معاون وزارت خارجه امریکا در امور آسیای جنوبی و آسیای میانه میگوید که کشورش از هیچ گروه مسلح در افغانستان حمایت نمیکنه. آقای دونالد تلوم معاون وزارت خارجه امریکا همچنان میگوید که با مقامات امارت اسلامی در تماس هستند و از امارت اسلامی خواسته است که هر چه زودتر حکومت همشمول را تشکیل دهند. این اظهارات معاون وزارت خارجه امریکا چه تاثیرات مثبت بر روابط دو کشور خواهد داشت و چرا امریکا متحدانش همیشه روی حکومت همشمول تاکید دارند؟ سلام و وقت شما بخیر. من فضل کریم مخلص هستم، شما بیننده برنامه کاوش هستید. برنامه امروزی ما به همین موضوع اختصاص یافته. در برنامه آگاهان سیاسی هر یک غلام محی الدین نجیب و کاکو جان نیازی را با خود داریم. مهمانان عزیز به برنامه خوش آمدید. خوش باشید. آقای نجیب، بحث را با شما آغاز میکنیم. این اظهارات دونالد تلو معاون وزارت خارجه امریکا چی تاثیرات مثبت بر روابط دو کشور خواهد داشت؟ اولا سلام خدا خدمت مخلص جان و برادر ما کاکا جان نیازی سب تقدیم میکنم و بعدا برای شنونده های بیننده های تلویزیون سلام خدا تقدیم میکنیم. بعد از عرض سلام، موضوعات سیاسی که در رابطه به تصمیم گیری های یک نظام، یک مملکت یا جهان گرفته میشه توسط قدرت های دنیا یا توسط کشورهایی که او کشورها میخواهند در اوج حاکمیت خود را، مسلمان ها یا هر کسی که میباشد در اوج حاکمیت خود را ایجاد بکنه، او بر مبنای منافع ملیشان، بر مبنای ارزش های سیاسیشان، ارزش های ملیشان به اونمو معیار او درست میشه. این یک نوید و مژده بسیار بزرگ است بر مردم افغانستان که اونا مداخلات سیاسی خود را و مداخلات نظامی خود را قسم کده اونمو به اصطلاح معاهده قطر یا دوحه تعهد داده بودند برای دولت امارت اسلامی افغانستان که ما میخواهیم دیگه در امورات افغانستان مداخله نکنیم و این تعهد گرفته بودند از پیششان. اولین موضوع اینمی موضوع بود که اینا اعلان کردند که ما دیگه در امورات سیاسی افغانستان مداخله نمی کنیم. اما یک موضوعی که دولت همشمول میگویند، دولت همشمول فعلا خود امارت اسلامی تمام اقشار جامعه را به شکل مساویانه میخواهد که دولت با خود داشته باشه و این دولت همشمول تاثیرات روابط دو کشور داره. هرچی تاثیرات مثبت بسیار خود داره، به طور مثال تمام جهان به این در رابطه به این موضوع واقف میشه و مردم افغانستان هم در رابطه به این موضوع متوجه میشن که مداخلات خود دیگه از افغانستان قطع کرده و مردم افغانستان به شکل آزادانه خودشان میتونن که در امورات سیاسی خود تصمیم بگیرن و ای اگر در گپ نباشه و موضوعی باشه که اینا بخواین اون موضوع را واقعا امو ارزشا را برش وفادار باشن، امو معاهده را برش وفادار باشن، بسیار تاثیرات مثبت خود داره و این قدرت تصمیم گیری را میتونه به دولت خود افغانستان در امورات سیاسی و فرهنگی و در تمام امورات برشان به شکل واضح بده. تشکر دوباره به شما برمیگردم. نیازی صاحب، خپل نجیب صاحب ویلی چې دا یو رقم مستقل سیاسي اړیکې دي، آیا واقعا د امریکا اوس دلته یاد کړ چې وسلوالو ډلو نه ملاتړ هم نه کوو او د مشمول حکومت جوړېدل امریکا غواړي، آیا دوی واقعا په دغه خپلو خبرو کې صادق دي له وسلوالو ډلو ملاتړ نه کوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. او فصلم نونیکل تاسو ته، تاسو تخنیکی همکاران او نجیب صاحب ته وړاندې او ګران لیدونکو ته وړاندې کوم. خبر دا ده چې امریکا هم دوه مخیزه سیاست لري، دا باید سړی ووایي. داسې نه ده چې هغه یو خبرې چې وکړه هماغه باندې روان دي، یو بهر خواته یو خبر کوي، بیرون خواته یو بیا داخلي خپل پردې شاته خپل کارونه کوي. همداسې سیاست د امریکا ده، هغوی خپل ملي ګټو ته ارزښت ورکوي. یو بل دا ده چې هغوی غواړي چې همدلته په یو ډول نه یو ډول شتون لري په افغانستان کې، یا له بیرون نه، یا له نږدې نه، یا داسې یو لار لټوي. یوه لاره خو همدا ده چې دوی وایي همشمول حکومت دلته راسي، چې خپل بعضې مورې چې دي هغلته حکومت کې ور پیشنهاد کړي، لکه چې پیشنهادونه مخکې وختکې فرمایشونه سوي وو خو هغه نه دي منل سوي. او دلته چې د اوس هغه کمیسیون چې جوړ شوی دعوت د شخصیتونه له بیرون را دعوت کړي، د امارات اسلامي او هغه متخصصین او هغه کسان چې کار په کار پوهېږي، استادان دي، پوه کسان دي، تعلیم یافته دي، د افغانستان ملي شتمنۍ دي، هغوی را دعوت کړي، دا ډیره ښه خبر ده. ځکه که دغه راسي دغو نه بعضې شخصیتونه په دې اسلامي امارات حکومت کې ونیسي سره، نو دا به هغه زه دغه ته هم بیا همشمول وایم.
ولو که اوسم چې زوینم له هر جای نه کسان شتاب کې هر ژبه نشته دي هر قوم نشته دي حتی د پنشیر نه یو وزیر شته نو نور څه رقم هم شمول سي نو دلته خو بهانه هم لټوي دا امریکا بهانه هم لټوي چې هم شمول خاص هم شمول څه رقم وایي فرمایش هم موږ نه درکوو چې دغسې دي وي بیا وایي هم شمول نور هیوادونه هم داسې دي بالخصوص اسلامي هیوادونه چې دوی هم شمول وایي دوی هم شمول فقط د سده سي دي دوی هم شمول نه څه هدف لري غواړي خپل کسان دلته مقرر کړي هغه کسان چې د دې منافع تامینوي خو همدا مطلب دی که دا وایي نه اما مطلب یې همدا ده چې خپل نفر دي دلته وي دوی نفر دي دلته وي او دوی د دوی له ګټو نه دي بیا دفاع وکړي پکې نو دا مشکل چې د موږ لرو امریکا سره لرو نور جهان سره لرو هغه اسلامي هیوادونه چې موږ سره ښې اسلامي اړیکې لري هغوی هم په رسمیت نه پیژني بالخصوص لپاره دې چې د دوی هغه کسان چې دوی ورسره وابسته دي لکه امریکا سره وابسته دي څوک روسانو روسیې سره وابسته دي څوک چین سره هغوی هم ډارېږي هغوی نه هغوی نه هغه غواړي اجازه غواړي په اصطلاح سره چې هغوی هم په رسمیت وپېژني بیا دوی هم پېژني زه وایم خو تاسې که اسلامي هیوادونه یاستې داسې ووایي اسلامي امارات ته کوم مشکل لري تاسو کوم اسلامي مشکل لري که د جونو تک مکتب ته دا خو واضح خبره ده چې اسلامي امارات دا کار به وکړي ځکه اسلامي امارات په دې باندې ښه پوه ده چې جنو د نارینه او ښځینه باندې سبق او لوسته فرض ده دا به وکړي خو لپاره یې دې چې دا وکړي اسلامي امارات ژمنه هم کړې ده چې مکتبونه ډېر ژر خلاصېږي مکتبونه به هم خلاص سي خو نسې موړ سي که نه دا خو وږي دي موږ د خلکو په زړونو باندې باید ملهم د اسلامي امارات هغه کې ووهي تر څو چې دوی نسم موړ سي ښه فرضاً دغه سبا مکتبونه خلاص وو د پلارونه میندې خویندې دوی خپل نجونو کې څه رقم ولېږي مکتب ته چې ډوډۍ ونه لري نسې وږي خو دا مهمه ده دلته نور هیوادونه دې باندې فکر نه کوي او حقوق بشر حقوق بشر خو موږ خپله ساتو په اسلام کې حقوق بشر رعایت کیږي په هیڅ نړۍ کې نه رعایت کیږي امریکا خو هیڅ نه رعایتوي کنه که امریکا کله رعایت کړی وای حقوق بشر دا بګرام کې څه رقم رفتار کاو بندیانو سره په ګوانتانمو کې څه رقم کاو عراق کې څه رقم کاو خو دوی داسې وایي چې هغه خبر موږ کوو هغه کار تاسې کوئ موږ څه کوو هغه مه کوئ نو دا خبر دا ده دوی خو ابر قدرت ده کنه اوس ښه ده چې دغه اوکراین مسله راغله یعنی دا خو ښه نه ده چې جنګ ده اما د اوکراین مسله راغله دلته معلومه شوه چې اوس نور نړۍ یو قطبه نه ده چې همدا امریکا به ناست وي په ابر قدرت به وي اوس دوه قطبه سوه یعنی چین او روسیه د یو خوانه او امریکا بلې خوانه دا د افغانستان او د خلکو د نړۍ په ګټه ده کنه آیا نړۍ او امریکا اسلامي امارت ته ضرورت لري چې ورسره تعامل وکړي ولې نه لري موږ داسې موږ د جیوپولیټیکل نگانه دغه داسې یو ځای کې موږ هیواد ده چې دې لارې نه هم منځنۍ آسیا ته هم جنوبي آسیا ته هم اروپا ته لاره ده کله چې جنوبي آسیا نه توکي روانېږي د منځنۍ آسیا ته باید د افغانستان لارې نه لاړ سي نو دلته موږ ډېر ښه موقعیت لرو او بله خوا نه دا ده چې اوس موږ ازادي اخیستې استقلال اخیستې په درېیم ځل باندې چې اول ځل انګلستان نه بیا اتحاد شوروي نه بیا د ناتو او امریکا نه چې هېڅ یعنې هېچا تصور نه شو کولی دا کار چې اوس سوی ده په وینو اخیستل سوی دا 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 استقلال اخري داسې نه ده شل کلو باندې څومره مجاهدین شهیدان سوي دي څومره نور افغانان هم کې شهیدان سوي دي خو امریکا که حقوق بشر مراعاتوي ولې په ودو باندې بمباردي کوله ولې په جنازو بمباري کوله ولې هر چېرته به ولې د عادي بمبې موږ باندې واچوه په ننګرهار کې دا خو دوی دغه حقوق بشر په ژبه یادوي بانه کوي یو هغه کوي یعنی بشر حقوق د خپل منافع لپاره کوي واضح ده نو بشر حقوق د منافع لپاره اوس د کمیسیون د حقوق بشر لغوه څه په کار وو یعنی ما په فکر په کار ده کمیسیون د حقوق بشر په اسلام کې ده په دغه امارات کې ده دغه امارات اسلامي څه ده دغه ما په فکر سره هم حقوق بشر باید مراعات کړي ځکه اسلام کې حقوق بشر نیازی صاحب په ټوله کې راته وایي آیا امریکا په دغه خبرو کې چې کړي ده چې نور مداخله موږ له وسلوالو ډالو ملاتړ نه کوو دی په دې خبره کې صادق دي امریکا باندې اعتماد کول په کار نه اعتماد کول خو په کار نه دي خو دا خبر که عملي کی ډیره ښه خبر ده ځکه چې دوی خو هغه بلې ګرو ته هم په امریکا کې دفتر ورکړی و کنه چې نوم یې زما باندې مقاومت ایښی ده نو اوس که دا کار وکړي ډیره ښه خبر ده چې نور هېڅ چا نه دفاع ونه کړي یا بله ګروپ چې په هغه کې جوړ شوی ده سابقه فسادیانو نه په ترکیه کې چې افغانستان چورکو اوس هم ورختا دي بیا کوم ځای چورکو
تاسو معلومه ده چې سیافی په راس کې مقرر کړی انتخاب کار چې وکړ دوی اوس دوی ته ځای نشته په افغانستان کې. دا مو وایم دغه خلکو خپله استلاق شوی دي او افغانستان چور کړی ده په کلو کلو کې. دا څلوېښت کلو کې هم دوی چور کړی ده. نو چا چور کړ؟ پاکستان را جنگ را کاوه هر څه یې کول. خو اوس به هغه خبره اجنډا هم نه ده. خو بیا هم دغه مهمه مسایل دي چې امریکا وایي موږ نور چاته چانه پشتیبانی نه کوو د مسله ګروپونه یا سیاسي ګروپونو نه. خو دا ډېره ښه خبره ده چې دا ډېره ښه خبره ده کاملي. آقای نجیب، چرا امریکا و متحدانشان همیشه روی حکومت هم شمول تاکید دارن؟ هدفشون از تشکیل حکومت هم شمول چی است؟ چی میخوان؟ هدفشون از حکومت هم شمولی است که همون مهرهای خود را که در طول این مقدر وقت در افغانستان اونا را آورده بود و از حکومت خارج شدن، این حکومت استقلال و آزادی خود از دید سیاسی و از دید نظامی از پیش امریکا گرفت و از افغانستان امریکا را بیرون کرد. حالا میخواین که اونم مهرای خود دوباره با یک نام یا با یک شرایط دیگه بیاد داخل افغانستان جای به جای بکنه تا که بتونه منافع امریکا را در افغانستان تامین بکنه. اما این موضوع که بهانه‌های مختلفی را میگیرم امروز امریکا در افغانستان، این موضوع حال نیست، موضوعی که امروز نیست، موضوعی است که تقریبا از 40 سال 50 سال یا 100 سال گذشته در اینمی سرزمین‌های اسلامی توسط جریان‌های غربی و جریان‌هایی که از آسیا بود مثل شوروی و مثل امریکا و انگلیس در طول این مقدر وقت اینمی جریان پیدا کده بود و اینمی طور اینمی حرکات انجام شده بود تا بالاخره که تانستن در طول 43 سال بخصوص در خود افغانستان حاکمیت های چند وقت روسیه یک حاکمیت ایجاد بکنه که منافع از او را تامین بکنه و چند وقت دیگه حالا که امریکا خواست یک حاکمیت دیگه را در افغانستان آورده بود در 20 سال ایجاد کرده بود و انگلیس در زمان خود او هم همونطور یک کار کرده بود. اما به صورت عام این مسائل حقوق بشر، مسائل دولت عام شمول، هی یک بانه است برای کارهای امریکا. این در واضح است که در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تنها در دوران مکی که 13 سال رسول الله صلی الله علیه و سلم دعوت میکرد مردم، تنها موضوع تثقیف بود، موضوع دعوت به اونمو توحید بود. هیچ آیات احکام و تطبیق شریعت که 500 چند آیات است او موضوع منظور نشده بود، نامده بود. اما با وجود اینمی که او نامده بود، کفار تصمیم گرفتن که اینمو طور 3 سال مسلمان ها را محاصره اقتصادی بکنن و کفار تصمیم امو مشرکین قریش تصمیم قاطع داشتن که رسول الله صلی الله علیه و سلم با وجودی که تمام جان تایید میکنه اخلاقش و سیاستی را که او در پیش گرفته بود تایید میکنه که هیچ مشکل نداشت، تصمیم گرفتن که او را به قتل برسانن. اینمو طور در اینمی زمان، در این مقطع زمانی هم که ما میبینیم هر نظام یا هر مملکتی که بخواد به شکل مستقل بخواد کشور خود اداره بکنه و دارای یک برنامه سیاسی مستقلانه باشه، کشورهای قدرتمند دنیا به خاطر استفاده سیاسی و اقتصادی خودشان، به خاطر تغذیه خودشان در اوج دخالت میکنن. اما باز که امریکا همین اعلامیه را پخش کرد وزارت خارجه ازی به خاطر اینمی موضوع که ما نمیخوایم در امورات سیاسی و نظامی افغانستان دیگه مداخله بکنیم، اما یک دولت هم مشمول اگر اوجا ایجاد شوه، یعنی صدای خود مردم شنیده شوه، این بانهشان این بانه تداوم پیدا میکنه. تنها در موضوع مکتب دخترها و در موضوع ایجاب در این موضوعات خلاص نمیشه. هر آیتی که از احکام بخواه امارت اسلامی تطبیق بکنه روزش میرسه که در برابر اونمو اینمو تو جامعه جهانی موقف خودم میگیره. این مشکل تنها در افغانستان نیست، ما میبینیم ایران تقریبا شما میگن اگر امارت اسلامی با وجودی که امارت میگه حکومت هم شمول وجود دارد، اگر بخواست از باز هم حکومت تشکیل بده روز بعدی دیگه بهانه را میاره، دیگه بهانه را میاره، دیگه بهانه را ما میبینیم در جهان فعلا. ما امروز مثلا ایران ما میبینیم تقریبا تمام امو قواعد یا قوانینی را که کنوانسیون حقوق بشر برشان گفته تقریبا او را عملی میکنن و ضمن یک کشوری است که او را همه دنیا به رسمیت شناخته ده، خود ملل متحد چوکی بر خود داره امروز. اما بازم ایران در 43 سال است به خاطر از اینکه خواستای امریکا را نخواست دوجا تطبیق بکنه، پلانای ازو را نخواست، مخالف سیاستشان بود، امروز میخواین به شکل مستقلانه تصمیم بگیرن. اما میبینیم که ایران در 43 سال تحریم اقتصادی کرده و این تحریما به خاطر از این نیست که مسلمان ها یا همین کشورها کدام مشکل قانونی داشته باشند. این تمامش برمیگرده به مو ایدئولوژی که مخالفت مثلا با امریکا در ایدئولوژیشان، به خاطر ایدئولوژی اینا حتما این کار میکنن و این کار پابرجای میمونه با وجود از اینکه خواستایشان برآورده شود. اما بازم بر مردم افغانستان یک نوید است اینمی اعلامیشان و کسایی که بسیار توقع دارند که
در برابر امارت اسلامی از کمک‌های نظامی و سیاسی امریکا استفاده بکنن، هم بر دولت تقریبا به یک اندازه بر مردم افغانستان یک نوید از جان میته بر مردم، و امی که اونا را خودشان و واقعیتشان کسایی که مخالفت میکنه امرای دولت امرای امارت اسلامی زیر سوال میبره. اونا خودشان باید بفهمن این موضوع را که در طول 43 سال وقتی که آمدن به هر نامی در برابر مردم افغانستان قرار گرفتن، با سرپرستی هر مملکتی که قرار گرفتن در برابر مردم افغانستان در برابر مسلمان ها هیچ نتیجه مثبت نداد، غیر از این که خیانتایشان برملا شد، غیر از این که ما و شما دیدیم که نتیجه منفی داد، افغانستان 100 سال به عقب انداختن از دید سیاسی، از دید اقتصادی، از دید نظامی، واقعیت افغانستان دیگه هیچ فایده برشان نکرد. پس به می خاطر ما مجبور مکلف هستیم و مردم افغانستان مجبور مکلف است که امرای نیمی نظام سیاسی که فعلا نست، امرای نیمی از دل جان بیعت بکنن، کار بکنن، و نیمی نظام اگر مشکلات داشته باشه مو لوی جرگی که میگن جور میشه، به اونمو مشکلات خود امرای امی دولت شریک بسازن، به این دولت امو کدرایی که امروز در خارج هستن، امو سیاسونی که در خارج هستن، اونا اگر وطن خود دوست دارن یا افغانستان دوست دارن، به صفت یک وطن دوست، به صفت یک مسلمان خوشبین باشن به این نظام. بدیل هم ما نداریم غیر از این نظام امارت اسلامی، تمام دنیا ایرا پذیرفته که دیگه بدیل وجود نداره که ما بگیریم یک بدیل دیگه را در افغانستان ایجاد بکنیم بیاریم و او را کشورهای خارجی تمویل بکنن. باز او را اگر کشورهای خارجی یک گروه دیگه را بخواین تمویل بکنن، خب به تمام مردم افغانستان واضح است که این گروه را فلان کشور تمویل میکنه، طبیعی است که هزار کشوری که کسی تغذیه بکنه غلامی امورم باید بکنه که ای بدیل شدن میتونه و دیگه مردم در کنار از او استاد نمیشه. همین نظام است، باید که این نظام کار بکنه. دوباره به شما برمیگردیم. نیازی صاحب، امریکا و ملګری هیوادونه ولی تروس اسلامی امارت پر رسمیت نه ده پیژندلې. دوی د څه پلاټه کوي؟ حال دا چې اسلامی امارت دوی طویل و چې موږ ټول نړۍ سره غواړو سیاسي اړیکې ولرو، ډیپلوماټیک اړیکې ولرو، او له افغانستان څخه به هیڅ هیواد ته ګواښ هم نه پیښیږي. دا خو صحیح خبر ده، دا خبر امارت اسلامی مشرانو کړی ده. خو هغوی بیا بهانه کوي، وایي دغه د دوحې قرارداد چې و هغه عملي نسه، اوله برخه یې عملي سوه، دوهمه یې نسوه، په هغه ډول سره چې دوی وخت پلان کړی و کنه چې راځي به او دلته به یو حکومت وي، هغه به بیا ورته حکومت د قدرت تسلیموي. دا کار ونه شو، دوی مجبوره سو چې کابل ته راننوځي، او په هغه ورځ باندې چې دوی راننوتل زه دلته وم چې چا پزه مینه نسوه په شپږ میلیونو کې، ولو که هیڅ خالیګا وه، خلا د قدرت وه. او اسلامی امارات هم دی قدرت خلای دی چې باعث شو چې اسلامی امارات ځواکونه کابل ته زمم دغه وایم کنه لدې لپاره دوی وایي چې دغه او زه دا فکر لرم چې غنی تختولای د دوی چې دغه انتقال د قدرت منظم ډول سره ونسی، نو غنی ساسکه واغ مشر سره هغه چا څه کوي دغه به شهیداو، نو هغه او اسماعیل خان چې دوی شهید نک الته مهرات کې خو عزت متوک لرزه کینه هغه چې لاړ اوس بلارس هغه ته لاړ ترکیې ته لاړ او هلته بیرته خپل هغه جوړوي خپله ډله جوړوي هغه ځان ته خبر ده. اما دوی همدغه رنګه زه فکر کوم چې غنیم دلته وایي په احترام سره به تیل راځه دلته راځه کینه مهمان خانه کې به یې کینه ولی هر کې ورسره ناست و بس انتقال د قدرت به منظم ډول سره سوی و. خو په هر حال اوس چې ده دغه بانی دي چې په رسمیت نه پیژني، وایي کله وایي جنوکي مکتب ته نه ځي، کله حقوق بشر ده او کله وایي دا ده او کله وایي هغه ده. خو دا به هم زر وخت کې تیر سي، زه فکر نه کوم چې دا دوام ولري. خو یو بله مشکل موږ څه لرو، هغه دا ده چې بعضې زموږ مشران د ملل متحد په تور لیست کې دي چې هغه باید ووځي د تور لیست نه، چې هغه تور لیست نه ونه ووځي دا سفر کول هم د دوی بیا مشکل ده خارج بهر ته، نو دا مشکل هم شته. بله خبر دا ده چې مخکې خبر وسوه امریکا د افغانستان چې ووتله دلته ناکامه سول، نو غوښتل چې یو بل چیرته یو جنجال جوړ شي، هغه اوکراین را پیدا کړ. دوی له وخته نه وعده کړې وه روسیې ته چې موږ به اته ګورباچوف ته وعده کړې موږ به شرق خواته ځان نه غځوو، او بس شرق خواته غځېده تر څو چې اوکراین نوبت راغی. اوکراین کې دوی مخکې له مخکې نه 2014 نه بعضی کمانډوګان تربیه کولی، هلته لابراتوار جوړ کړی و، د کیمیاوي وسلو لابراتوار جوړ کړی و، اتمي وسلې غوښتل چې هلته د روسیې د زنې لاندې جوړې کړي. نو دلته روسیه مجبوره سوه زما په فکر سره چې هلته د خاص عملیات
خاص حرکت وکړي تر څو چې خاص عملیات وکړي تر څو چې دوی تهدید لاندې ځان فکر کاوه همدغسې هم ده ځکه چې دوی شرق ته وغځېدل اوس ده فنلند او سویدن هم غواړي غړي د ناتو سي خو دوی روسیې ممانعت د دې وکړه چې هغه د اوکراین غړی د ناتو سي دلته نو دا دوی اوس هغه د امریکا دا جنگ د دغه خاص عملیات چې دي د اوکراین او د روسیې ترمنځ نه دي دا د امریکا ناتو او د روسیې ترمنځ دي ځکه دغه بندیزونه چې راوستي دغه تحریمونه چې پر تاسو وایي امریکا نه غواړي په اوس وخت کې اسلامي مرا سره تعامل وکړي ځکه چې په اوکراین کې مصروف دلته نه مصروفیت خو ځان ته خبر ده دا امریکا خو ټوله دنیا کې مصروفه ده نو کوریا جنوبي نه نیولې تر جاپان ته ټوله نړۍ کې مصروفه ده ځان ته خبر ده اما زه داسې وایم چې دوی غواړي نه غواړي چې روسیا بل قطب جوړ شي دوی ته دوی هماغه اتحاد شوروي چې ړنګ شوی و همدغه فکر باندې و چې ډېر هیوادونه د سابقه د اتحاد شوروي دوی غړي ناتو سول په شرقي اروپا کې اوس نو دوی غوښتل چې اوکراین هم غړی کړي خو هغه ونه سوه روسیه پرې نه ښود روسیه ته ورته ویلي چې دا ما سور خط ده دلته به نه راځئ خو اوکراین هغه رئیس جمهور څه دی او یو هغه د فلمو کې کار کړی ده که نه اکتور دغه ډېر لګیا ده تمام ورځ هغه هم ډېر غټ فساد کړی و فلمونه شته دي هغه شته چې د فساد ډېر مننه بېرته تاسو راګرځو آقای نجیب قرار است یک جرگه یا شورای علما دایر شود در کابل از دید شما چه تاثیرات مثبت بر ثبات داخلی و تاثیرات مثبت بر در تعامل با کشورهای جهان خواهد داشت توقع کشورهای جهان از افغانستان دولت هم شمول است و هم به تعریف خودشان هم امارات اسلامی که میخواهد یک شورا را ایجاد بکنه یا یک جرگه را میخواهد درست بکنه که سران افغانستان سران اقوام علما دانشمندا اینا بیان به خاطر از اینکه در شورا بیاین اشتراک بکنن و در رابطه با واقعیت افغانستان در رابطه با سرنوشت افغانستان امرای نو تصمیم بگیرن این بسیار یک کار خوب است و این خود شورا را دایر کردن تقریبا جهان هم توقعشان به خاطر از اینکه مردم افغانستان بیا دولت امرای از مردم تعامل بکنه خواسته جهان هم امی است که باید یک شورا ایجاد شود و در شورا خود مردم افغانستان هم توقعشان است که این مشکلات سیاسی که امروز در افغانستان است و عدم قبولیت یا بیعت مردم که امیال وجود داره در برابر دولت توسط این شورا مشکلاتی که است بر دولت رسانده شوه و این بیعت امرای مردم شوه و این انشالله بر آینده مردم افغانستان که اگر اونا مثبت اندیشی بکنن امی کسایی که در شورا میان کارهای مثبت بکنن دیدگاه مثبت داشته باشن به جای از اینکه اختلافات سیاسی بکنن اختلافات قومی بکنن گذشت برابر هم دیگه داشته باشن بشینن به شکل واقعیش از موقف و از خواستهای هوای نفسی خود بگذرن به شکل واقعیش بخواین به خاطر حل مشاکل افغانستان همین شورا را دایر بکنن و همین مردم بیان در این شورا اشتراک بکنن و از موقف خواهی و از حب سیادتی که دارن از این کنار بگذرن و بیان براستی یک تصمیم واقعی در برابر امی مردم خود بگیرن و بر مردم خود به خاطر خدمت به جامعه افغانستان بیان یک جای شوند و نظریات و پیشنهاداتی را ارائه بکنن به خاطر اینمی دولت که ما چون بدیل هم نداریم به جای امارت اسلامی کل جهان به این قانع شده حتی مردم افغانستان اکثریتش به این قانع است که دیگه بدیل در افغانستان وجود نداره به جز از اینمی امارت اسلامی و امارت اسلامی هم بر مبنای اعتقادات مردم حکومت میکنه در افغانستان که نتیجه 100% بر مردم افغانستان مثبت شده میتونه پس اینمی شورا وقتی که دایر میشه به جای از اینکه امرای از این شورا دوری بکنن نبیان اشتراک نکنن امی بزرگا کلشان از یک سر بیان در اینمی افغانستان بشینن به این شورا تقریبا امو تصامیمی که گرفته میشه انشالله که مشورایی که داده میشه در این شورا از طرف طالبا انشالله که پذیرفته خواهد شد مشورای سالمشان مشورایشان که با امو عقاید و اعتقادات و ایدئولوژی اسلامی در تناقض نباشه انشالله که او پذیرفته میشه و به یک واقعیت برسن که او واقعیت حل مشاکل افغانستان همی گره حلش به دست اونمو باشه و این مشکلات حل بکنه شکر دورسته پختن پتوی کرده و نیازی سب چنړی سره مونور هم تعاملات زیات شي سیاسي تعاملات کوم کارونه ضروري دي چې به تر سره شي اوله کوم دغه شورا یا لویه جرګه چې دایر کیږي دا ډیره مهمه ده ځکه دا مسافه دي خلکو او د دولت سره کمیږي
د ټول افغانستان به مشران علما کرام راشي او هلته به خبرې وکړي، هلته به خپل نظریات ورکړي. نو دا هغه دوی چې ورته وایي داخلي تعامل، هغه دغه داخلي تعامل ده. بیا دا داخلي تعامل څه وي؟ نو نړۍ ویني چې داخل کې دوی کوم ستونزه نه لري. امارات اسلامي دغه ده لویه جرګه یا شورا، غټه شورا راغله او ټولو رای ورکړه او په د افغانستان په آینده باندې سرنوشت باندې خبرې وکړې. نو بیا نړۍ مجبوره ده چې وپېژنې په رسمیت. نور خو چی غواړي موږ نه نو. نو دې لپاره موږ ته مهمه دا ده چې آینده کې زر تر زر د موږ اسلامي امارات خلکو ته کار پیدا کړي، زیرمې راوځي، موږ ډېر روزګار خلکو وږي دي، خلک دغه ناورین له منځه لاړ شي. جهان سپاس میمولان عزیز کې دعوت مو پذیرفتین او په برنامه تشریف آوردید. تاسو نه مننه درنو لیدونکو، له تاسو هم یو نړۍ مننه چې تر دې دمه ملتیا وکړه. تر بیا د خدای په امان.